دوستان عزیز، وقتی میخواین کیک و شیرینی درست کنین یا هر دسر دیگه ای، سعی کنین که همیشه یه طعم رو دنبال نکنین و از طعمهای مختلف و اسانسهای مختلف و چاشنیهای مختلف استفاده کنین. این کیک، کیک دارچینیه که دارچین برای سلامتی خیلی مفیده. پس بریم با هم آمادش کنیم. 3 دونه تخم مرغ رو توی ظرفی شکسته. تخم مرغ ها تقریبا بزرگ هستن. بعد 1.5 پیمانه یا 1.5 لیوان شکر به اون اضافه میکنم و 1 قاشق چایخوری وانیل مایه. و بعد با همزن برقی همشون میزنم تا رنگ اون عوض بشه و حجم پیدا کنه و کشدار بشه. حالا روی 2 پیمانه آرد که قبلا اونو علک کردم، 1 بار 2 قاشق چایخوری دارچین میریزم، پودر دارچین، و 2 قاشق چایخوری بیکن پودر. یه مقداری با هم مخلوطشون میکنم و کنار میذارم. یه لیوان شیر به مایه اضافه میکنم. و 1/2 لیوان روغن مایه. یه مقداری هم میزنم در حدی که فقط مخلوط بشه. حالا آردو که قبلا 1 بار علک کردم و با دارچین و بیکن پودر مخلوطشون کرده بودم، در چند مرحله روی مایه علک میکنم. علک کردن آرد و مواد خشک باعث میشه که پف کیک بیشتر بشه و بیشتر حالت اسفنجی پیدا کنه. همینطور لطیفتر میشه کیکتون. بعد یه مقداری مایه کیک رو دوباره هم میزنم. میتونین با دور کنده همزن برقی بزنین و یا اینکه با همزن دستی، هیچ فرقی نداره و در پف کیک هیچ اثری نداره. بقیه آرد رو هم علک میکنم. اونقدری که علک کردن در پف کیک اثر داره، هم زدن با همزن برقی اثر نداره. و دوباره هم میزنم. اینی که میگم در پف کیک هیچ اثری نداره با همزن برقی بزنیم، به دلیل اینی که بارها و بارها من خودم امتحان کردم، اندازه گرفتم با سانتی متر و هیچ فرقی نداشته. حالا آرد دور کاسه رو جمع میکنم و مخلوط میکنم کامل با مایه و بعد قالب رو آماده میکنم. البته قالب رو میتونین از قبل هم آماده کنین. کف قالب و کاغذ میندازم، کاغذ روغنی. قالب رو گذاشته دور اونو خط میکشم و بعد روی خط رو در میارم. توی قالب یه مقدار کمی روغن میریزم و با برس اونو چربش میکنم کف قالب رو، و بعد کاغذ روغنی رو هم روی اون میندازم. روی کاغذ روغنی رو هم مقدار کمی چرب میکنم. حالا مایه کیک رو داخل قالب ریخته بعد از اینکه مایه رو کامل داخل قالب ریختم و روی مایه رو یه مقداری صاف کردم، قالب رو توی فری که از قبل گرم کردم با 180 درجه سانتیگراد برای مدت 35 الی 45 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. کیک دارچین، یک کیک خیلی خوشمزه و خوب برای عصرانه
با چای، آب میوه یا قهوه خیلی لذیذ و دلچسب. عزیزان، خدا نگهدارتون.